درس بعدی، این درس شامل درس 7 و 8 میشه. خب این درس یعنی انگوش گذاری روی آهنگ، روی ملودی، روی زدن روی پیانو. خب ببین یعنی همه آهنگ هست اگه یاد بشه، آهنگ پای زبک به گم بود. ببین بالا شده شماره یک گذاشته، ما دوتا دست داریم، دست راست و چپ. خب انگوش شست میشه انگوش یک، میگیم یک، دو، سه، چهار، پنج. خب این یک به این معنیه. نوت با چی شروع میشه؟ با نوت لا. خب با نوت لا. حالا برای اینکه انگشت شما خیلی قشنگتر رو پیانو باشه و بتونیم جاهای مانور داشته باشین، بعض از آهنگا میان اوایلش میگن که مثلا انگشت یکت روی نوت لا باشه. خب یک، دو، سه، چهار، پنج، یک من کجاست؟ این یک هم رو میذارم رو نوت لا، بقیهش رو کنار هم میشینم که بتونم راحت تر بزنم. این مال دست راست بود. دست چپ هم که آکورده، باز ببین همون آکوردها رو میذاریم. خب پس آکورد پیانو هم تقریبا از این میزان میشه. ببین از این قسمت پیانو میشه دیگه، میتونیم توی این قسمت توی این دوتا دو حرکت کنیم. خب پس به این صورته. ببین مثلا این آهنگ هم همینطور، مثلا آهنگ The Godfather، ببین مثلا انگوش یک رو گفته باز اون نوت لا بزن، بعد وسطاش رو نگاه کن، مثلا تو انگشت تقریبا دو، مثلا اومده خط چهارم مثلا گفته دو، مثلا گفته که نوت دو رو با انگوش دو بزن، با دو بزن. خب این جا به جایی رو تو بعضی از آهنگ ها تو میبینی که بتونه دستت راحت تر حرکت کنه. پس تو دست راست ما شد یک، دو، سه، چهار، پنج، درسته؟ حالا تو دست چپ برس میشه، میشه یک، دو، سه، چهار، پنج، درسته؟ پس اینجوری به این صورت. خب این شماره انگشت بود. اما ببینیم موقعی که بخوای آهنگ پیانویی رو بزنی، گفتم اول بس حالا که دست چپ مینور رو ماژور یاد گرفتیم تو درس 5 و 6، حالا تو این درس میخوام که بیشتر فوکوس کنیم رو انگشتامون، چجوری دستمون رو حرکت بدیم، چجوری نوتای دیگر رو بزنیم. ببین یکی این که گفتیم که خب این میشه 1 2 3 4 5، هر آهنگی متفاوته. مثلا یه آهنگ ممکنه بگه با انگشت شماره 3 شروع کن بزن، یکی با انگشت شماره 1. پس تو دیگه هم یاد گرفتی. ببین متفاوته. الان باز من آهنگ دیگه هم بیارم، اگر ببین آها مثلا این آهنگ رو نگاه کن، زده بالاش 4، باز نگاه سر کلید، دو تا کلید بمول، نوت بمول 3 4 رو بعد چیکار کرده؟ گفته مثلا رو نوت 4 چه نوتی ر، خب رو خط 4 گفته رو انگشت 4، 1 2 3 4، با 4 رو میگه رو بزن، درسته؟ اینجوریه. پس شما انگشت میتونه به ما کمک کنه به این صورت. بریم ببینیم جلوتر، باز نکته هست تو شما انگشت. باز ببین تو این آهنگم تقریبا میذارم، ولی تو شما تو کتاب بگیری، کتاب مختلف بگیری، تقریبا این کارو نمیکنن، چون دیگه میدونن نوازنده اطلاع داره که دستش حالا چجوری باشه، چون تو پیانو تا دستت همینجوری میخواد حرکت کنه. اما میخوایم چیکار کنیم؟ ببین باید نوتو درست بزنیم. گفتیم سیاه، سفید، چنگ، اینا هر کدوم مدلاش مختلفه. الان برای یادآوری من میخوام یه نوت گرد بزنم، یک، دو، سه، چهار. گرد چهار ضرب بود دیگه، چهار ضرب نگه میدارم، نه اینکه چهار بار بزنم، نه، یعنی شد چهار تا سیاه. مثلا نوت دو یا اصلا نوت لا، ببین یک، دو، سه، چهار. حالا میخوام سفیدش کنم، یعنی دو ضرب، یک، دو. میخوام سیاهش کنم، یه ضرب، یک. میخوام چنگش کنم، نیم ضرب یا یک دو ضرب. میخوام دو لا چنگ کنم، ببینی سریع‌تر میشه دیگه، سلا چنگ در خیلی ریستر میشه. خب مثلا سلا چنگ، چهار لا چنگ دیگه در این حده، مثلا یعنی سلا چنگ شد، ببینی خیلی بس سریع حرکت کنم. خب به این صورت. حالا انگوش ها رو یاد گرفتیم، حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم آهنگ بزنیم. خب حالا میخوایم یه آهنگ معمولی رو بزنیم. من یه آهنگ حالا از ساخته خودم رو بزنم، آهنگی که با پیانو ساختیم. آکورداش تفاوت داره، متنوع است، نوتش هم اینجاست. حالا الان این آهنگ رو ببین، نوتش رو میخوام به تو نشون بدم که ببینی با اون چیزایی که یاد گرفتی. ببین اینه کلید سول، یه نوت به مول، سی به مول، اینم چهار چهارمه. ببین همه چی هست. ببین میگم سکوت نیم ضرب، سکوتی که کوچیکه، چنگ هست، باز چنگ هست، میبینی متنوع است.
به این خط میگیم اتحاد. اتحاد یعنی دو تا نوت همسان، یعنی مثلا دو تا لا، دو تا ر، مثلا به این خط یه موقع خط توپ از زمین میدیدی، اگه دو تا نوت مثل هم بودن این رشد بود، این خط رشد بود، بدون اتحاده. اتصال یه خط خیلی بزرگتره که حالا تو بیشتر درس تو آهنگا خیلی کم پیش میاد بذارم، بیشتر اتحاده به خاطر اینکه نوت رو بخوایم زمانش رو بیشتر کنیم. خب الان این آهنگی که هست، اول از همه نگاه میکنیم، خب چهار چهار نومه. الان ببین اینجا به من شمال انگشت نده، ولی مثلا اول شروع میشه. حالا من میتونم بر اساس علم خودم، بر اساس بلد بودن خودم، یه طوری پیانو رو تقسیم کنم که دیگه دستم مثلا میگه ر می ر دو سی لا سی، میدونم توی این محدوده میخواد حرکت کنه، نوتامو میخونم، محدودمو مشخص کردم، دیگه نیاز نیست بگم مثلا انگشت دومو بذارم، انگشت چهارمو بذارم، انگشت یکمو بذارم، توی این محدوده مشخصش میکنم. پس این هم از این. حالا دست چپمو نگاه کن، با ری مینور شروع شده، دیگه میبینی آکوردا هست، تو متنوع سول میبینی، لا میبینی، حالا مینور رو ماشون مختلف میبینی. حالا این آهنگ رو من میخوام الان با دست بزنم. اول با دست راست میزنم. ببین آهنگ چهار چهارمه، آهنگ لایتیه، خب آهنگ تندی نیست، شیشوهش خیلی تنده. این آهنگ چهار چهارم، چهار چهارم تندن داریم، لایت هم داریم، این لایته. ببین اول با دست راست میزنم، بعد با دست چپ. میخوام دوتا دست رو تفکیک کنیم تو این درس. الان مثلا توی درس هشتمون در این دقیقا دوتا دست رو من دارم تفکیک میکنم. خب درس هفتمون انگوش گذاره بود، یاد گرفتی، تموم شد رفت، از کجا بزنی؟ الان تو درس هشت میخوام یه آهنگ اجرا کنم. خب پس چی کار میکنم؟ همین چیزش مشخص شد، کلید سولش، کلید بمولش، چهارمش، چنگاش، آکورداش. خب ببین باید طوری دوتا دستات رو پیانو باشه که دست راست جلوتر نپره، دست چپ عقب نمونه، یا یهو دست چپ دست راست شل بشه بمونه، دست چپ تون بره. سرعت اینا باید یکی باشه، اینجوری پیانو قشن میشه. خب الان فقط میخوام دست راست رو بزنم، رو شماره انگشت و نوتا دقت کنی. خب الان رسیدیم آکوردا رو که یاد گرفتیم، حالا میخوام آهنگ بزنم. دست راست، ببین اینجا به من نگفته با چه شماره انگشت، من خودم میخوام پیدا کنم ببینم با کدوم راحت ترم بزنم. نوت هم میگه ری میره، پس از اینجا میزنم یه آهنگ رو میزنم، بعد دو دستیش میکنم ببینم چه جوریه. شما هم خواستی یه آهنگ رو بزنی، اول با دست راست کل نوتاشو بزن، یاد بگیری سرعتش دستت بیاد که چقدر چنگ داره، چقدر معمولیه، سیاه، سفیده. بعد با دست چپ آکورداشو که بعدا یاد گرفتی تو مینور و ماژورا کار کردی، یاد گرفتی، بعد با هم سینکش کن. خب حالا آهنگه من با دست راست دارم، دیدی آهنگ آروم بود، ولی حالا ببین دست چپ میاد باها چقدر خوشگلش میکنه. حالا ما یاد گفتیم چهار چهارم ترکیب یاد گرفتیم، چهار چهارم چنگ هم یاد گرفتیم. حالا ببین نوتاتو بشمار، درست چهار چهارم. خب حالا میتونیم چهار چهارم چی کنیم اینو؟ ببین این چنگه، این چنگه، اینا هم باز چنگه، تو فقط به چهار چهارم رشته بکن، چهار تا ضرب باید درست باشه. حالا به خاطر اینکه آکورد خوشگل تر کنیم، من میام آکوردمو با تعداد ضربام، یعنی میام با دونه دونه اینا سینک میکنم، بیشترش میکنم. میام چیکار میکنم؟ میام آکورد هشتایی میزنم، آکورد هشتایی رفت و برگشت که سخت‌ترین نوع آکورد پیانوی میباشه، تو این آهنگ میزنم. بعد بعدها تو بعض از تفکیک میکنم تو آکوردهای بعدی بهت میگم چجوره. پس آکورد هشتایی رفت و برگشت، یه نمونهشو میزنم. ببین یعنی مثلا ری مینوره، خب ار ری باید شروع بشه دیگه. ببین میزنم، ببین یه بار دیگه، میبینی هشت تا دقیقا باید بزنیم، میره و بر میگرده. مثلا میو میخوام بزنم، ببین حالا میخوایم مطمئنشی میشمالیم. ببین می می مینوره، ما تو سولو نمیزنیم تو آکورد هشته، آکورد وسط تو جا میدازیم، میدازیم آخر. ببین مثلا میزنیم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، این دوتایی که برمیگرده به این میگن آکورد هشتایی رفت و برگشت. حالا میخوام بزنم، اول برای که خوشگل ترشه آکورد خالی میرم، ببین
آکورد هشتایی باز بود، آکورد رفت و برگشت. خب پس دیدی آکوردم بازتر شد، طولانی‌تر شد، نوتای دست چپم بیشتر شد، ولی از این میزان تجاوز نکرد. تو همین من خلاصش کردم. خب ولی دیدی سرعت یکی بود. یه بار دیگه فقط تیک اولش میزنم، باز سرعت رو نگاه کن. سرعت دست راست و چپ باید یکی باشه. خب پس الان با دست راستمون، حالا دست چپ رو ببینید، تو درس قبلی یاد گرفتیم، حالا دست راست شما انگوش یاد گرفتیم، انگوش گذاری یاد گرفتیم، چجوری چنگ زدن رو یاد گرفتیم، سیاه زدن، سفید زدن. خب پس تا همینجا دیگه در پایان درس 8 اعلام میکنیم که تقریبا میتونیم کل پیانو رو، در واقع دستامونو، دستای راست و چپمون رو یاد گرفتیم. حالا دیگه از درس‌های بعدی به بعد میریم به قسمت‌های جلوتر پیانو که دیگه شامل آکوردگذاری دقیق‌تر میشه، نوت‌های بهتر و بیشتر میشه، آرپژ اصلیمون میشه، بعد دیگه همین تکنیک‌های هشتایی که چجوری بزنیم اتفاق میافته. خب پس اینم درس هشتمون به اینجا ختم میشه تا ان شاءالله جلسه بعد.